ایستادگی بی سابقه مجلس در برابر حکومت، تاجران پرهیاهو یا نمایندگان دلسوز مردم. اولین هشدار اداره جو بایدن و طالبان و ناظر کل بانک مرکزی برای خرید خانه از این بانک پول گرفته است. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. در روزهای گذشته تنش بین مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری افغانستان بالا گرفته است. به گزارش سپوتنیک در یک هفته گذشته رئیس و نمایندگان مجلس اظهارات تند بر علیه ریاست جمهوری افغانستان داشتند و حکومت را به فساد ایجاد مانع برای صلح متهم کردند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در صحبت‌های خود گفت که ارگ مانع صلح است، اما جنجال اصلی بین دو قوه دولت موضوع بودجه است. مجلس نمایندگان افغانستان در گام اول با 17 دلیل و سپس با 19 دلیل رد شده است. در حالی که نزدیکان ریاست جمهوری افغانستان نمایندگان مجلس را به فساد و داشتن قراردادهای دولتی متهم می کند، اما میر رحمان رحمانی می گوید که یک افغانی قرارداد دولتی ندارد و رئیس جمهور بودجه را گروگان گرفته است. هرگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌اش رئیس مجلس را به انعراف از آن مردم متهم کرده است. در بیانیه ارگ آمده است حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از رئیس و اعضای ولیسی جرگه شورای ملی می خواهد تا در ارتباط به مسائل ملی مسئولانه ابراز نظر نموده از ذهنیت مردم را منحرف نسازند. شمار از کاربران در شبکه های مجازی افغانستان به این تنش واکنش نشان داده و از یکی از طرف ها حمایت کردند. آرون معترف فعال سیاسی افغانستان روی کرد مجلس نمایندگان را ستایش کرده است. با چالش کشیدن مصادره قدرت، نظارت بر بودجه و افشای فساد قوه اجرایه اخیراً توسط پارلمان جرقه امید بخشی است برای گذار به مردم سالاری. احمد ضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان نیز از عملکرد پارلمان کشور حمایت کرده است. شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور افغانستان صدای تاجران را روایت حاکم در پارلمان خوانده است. او پیش از این هم از نمایندگان مجلس خواسته بود بودجه را سیاسی نسازند و با گفتگوهای سازنده راه حل پیدا کنند. عبدالرؤوف انعامی نماینده مجلس نیز در فیسبوک به اظهارات آقای مرتضوی واکنش نشان داده و نوشته است: ما دشمن نظام نیستیم، اما نظام خودکامه قابل قبول نیست. اگر جمهوریت تقلبی غنی حداقل به ساختار نظام مندرج در قانون اساسی احترام نگذارد، تفکیک نسبی قوای دولت را با صلاحیت هایشان حفظ نکند، رای حل هم در مسائل سیاسی پیدا نخواهد شد. در امین حال محمد اکرام اندیشمند می گوید که اعضای خانواده نمایندگان مجلس نباید شریک دزدی باشند. مجلس نمایندگان و در مجموع شورای ملی یا پارلمان افغانستان به جای شراکت در دزدی و رشوت ستانی با حکومت، به اصل وظیفه و وجیبه خود که نظارت از عملکرد حکومت و اجرای قانون است برگردد. در حال حاضر بودجه سال 1400 افغانستان در میان اختلاف دو قوه دولت تصویب نشده است. یکسانسازی معاشات در ادارات مختلف اساسی ترین خواست مجلس و جدی ترین نقطه اختلاف است. پنتاگون: گروه طالبان به پیمانشان با امریکا عمل نکردند. سخنگوی پنتاگون می گوید که به خاطر عمل نکردن گروه طالبان به پیمانشان تا اکنون درباره سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم گرفته نشده است. به گزارش سپوتنیک به نقل از تلو نیوز وزارت دفاع آمریکا می گوید که طالبان به تعهداتشان در توافقنامه صلح با آمریکا عمل نکردند. از همین رو اداره بایدن به بیرون کردن همه نیروها در ماه می سال روان میلادی، ماه ثور سال روان هجری خورشیدی تعهد نخواهد کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در نخستین نشست خبریش گفت که طالبان به تعهداتشان به کاهش خشونت و دست کشیدن از پیوند با القاعده عمل نکردند. او گفت که بی‌عملی شدن تعهدات طالبان دیدن یک رای مشخص برای یک توافق سیاسی دشوار است، اما آمریکا هنوز هم به این توافقنامه پابند است. او همچنان می گوید که تصمیم درباره سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان به نیازهای امنیتی و شرایط بستگی دارد و آمریکا درباره صفر ساختن شمار نیروهایش در افغانستان با همکاران و متحدانش مشوره می کند.
او گفت طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. بدون عملی شدن تعهداتشان در نکوهش توریسم و توقف حمله های خشن بر نیروهای امنیتی افغانستان و بر مردم افغانستان، این بسیار دشوار است تا رای مشخصی را برای یک رای حل از طریق گفتگو ببینیم. او گفت که ایالات متحده امریکا به تلاش برای رسیدن به یک رای حل از طریق گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان متحد باقی میماند. او افزود چیزی که من میخواهم بگویم این است که هر تصمیم درباره شمار سربازان در افغانستان وابسته به نیازهای امنیتی ما خواهد بود. در پیوند با این که آیا شمار سربازان در افغانستان به صفر خواهد رسید، او گفت این تصمیم در حال بس میان همکاران و همپیمانان ما است تا درباره حضور نیروها در افغانستان بهترین تصمیم ها گرفته شوند. طالبان به این سخنان وزارت دفاع آمریکا تا اکنون واکنش نشان ندادند. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور شام پنجشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی در پیوند بر روند صلح و تعهدات واشنگتن به مشارکت دوامدار میان دو کشور بحث و گفتگو کرد. آقای بلینکن در تویت گفت با رئیس جمهور اشرف غنی درباره تعهد ما به همکاری پایدار فیما بین ایالات متحده و افغانستان صحبت کردیم. من خواست امریکا مبنی بر حمایت همه رهبران افغانستان از فرصت تاریخی که برای صلح فراهم گردیده را بازگو نمودم، البته با حفظ دستاوردهایی که در جریان 20 سال اخیر به دست آمدند. من به ناظر کل بانک مرکزی برای خرید خانه از این بانک پول گرفته است. سندها نشان می‌دهند اصیل گل تو داخل ناظر کل بانک مرکزی برای سفر شخصی و خرید خانه از بانک مرکزی پول گرفته است. با گزارش سپوتنیک به نقل از تلو نیوز بر بنیاد یکی از سندها، آقای تو داخل 9000 دلار هزینه یک سفر شخصی 36 روزه‌اش را به این از بانک خواسته است، اما با مخالفت آمر مالی و محاسبه بانک روبرو شده است که در نهایت آمر مالی با چند تن از کارمندان دیگر از بانک برکنار شدند. بر بنیاد یک سند دیگر، ناظر کل بانک مرکزی در حالی که 280000 افغانی ماهانه حقوق می‌گرفته است، برای آنچه که افزایش بهای مواد اولیه گفته است، خواهان افزایش 50000 افغانی دیگر در حقوق ماهانه اش شده است. اما آقای توتاخیل میگوید که تمامی هزینه‌های سفرها باید از سوی شورای عالی بانک مرکزی تایید شود. هیچگاهی کسی نمی‌تواند که با بودجه بانک مرکزی سفر شخصی کند تا زمانی که تصویب شورای عالی محترم یا هیئت عامل محترم را نداشته باشد، کسی سفر شخصی نمی‌تواند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.